Dear friend, this video has some basic introduction to the Baha'i Faith in Persian language. Muhtasari Dar Mu'arrafiye Baha'i. هم نوعان و هم زبانان عزیز در همه دنیا در حدود 170 سال پیش در کشور ایران آین یا دیانتی جدید به وجود آمد که در جهان به اسم آین و یا دیانت بهایی معروف است در ابتدا و به طور مختصر همانطور که میدانید در دنیا تعدادی از ادیان مستقل وجود دارند که پیروان هر یک از آنها منتظر ظهور یعنی آمدن موعود خیش هستند از جمله هندوها که منتظر ظهور کریشنا هستند که از نظر آنها باید بیاید و راه رسیدن به سعادت بشری را نشان دهد دیگر بودائی ها که منتظر رجعت یا ظهور بودا هستند دیگر کلیمی ها که در انتظار آمدن موعود و مسیح خود هستند و همینطور مسیحیان منتظر آمدن دوباره حضرت عیسی هستند و همینطور پیروان دین زردشتی و دین اسلام و دیگران طبق کتب آین بهایی مؤسس این آین همان موعودی است که در همه کتب ادیان مستقل گذشته در مورد ظهورش نوشته شده به عبارت دیگر حضرت بهاءالله که مؤسس دین بهایی هستند همان شخصی است که هندوها و کلیمیها و زردشتیها و مسیحیها و مسلمانها و دیگران با القاب و عناوین مختلف منتظر ظهورش باشند. برای اطلاع از دلایل و شواهد مطالب فوق لطفاً به کتب آین بهایی رجوع فرمایید تا توضیحات و معاخص ارائه گردد دیانت بهایی را می توان به نامها و تعاریف دیگر نیز نامید از جمله ظهور بدی و تعالیم آسمانی و روش و مسلک جدید الهی و کور جدید و آین جهان آرا و غیره اگر به آین بهایی از نظر دینی و اعتقادی بنگریم میبینیم که دارای همه جنبه های یک دین مستقل و الهی مانند ادیان قبل میباشد و خیلی مطالب جدیدی که مورد احتیاج جامعه های بشری دنیا هست در آن وجود دارد اما اگر از نظر غیر دینی به محتوا و تعالیم آن توجه نماییم آن را یک پدیده ای از تعالیم جدید و یا تعالیم علمی و منطقی و اخلاقی جامع برای راهنمایی به جمیع انسانها خواهیم یافت در ارتباط با مطالب فوق قسمتی از آثار آین بهایی نقل می گردد. از جمله در کتاب مکاتیب عبدالبها جلد سوم می اما مسائل اجتماعیه ما یعنی تعالیم حضرت بهاءالله که پنجاه سال پیش منتشر شده جامع جمیع تعالیم است و واضح و مشهود است که نجا و فلا بدون این تعالیم از برای عالم انسانی مستحیل و ممتنه و محال و هر فرقه ای از عالم انسانی نهایت آمال خیش را در این تعالیم آسمانی موجود و مشهود بیند این تعالیم مانند شجری است که میوه جمیع اشجار در او موجود به نحو اکمل مثلا فیلسوفا مسائل اجتماعی را به نحو اکمل در این تعالیم آسمانی مشاهده می نماین. و همچنین اهل ادیان حقیقت دین را در این تعالیم آسمانی مشهود می بینند و همچنین مسئله اقتصاد بهایی نهایت آرزوی اممال و منتها مقصد احزاب اقتصاد است این تعالیم سبب حیات جدیدی از برای عالم انسانی است و علاج فوری جمیع امراض هیئت اجتماعی و دیگر اینکه در کتاب ماعده آسمانی جلد سوم میفرمایند لوحی از حضرت ولی امرالله الحمدلله که در این ظهور بدی الواه و آثار الهیه راجع به امور اصلیه و فرعیه جزئیه و کلیه علمیه و فنیه مادیه و ادبیه سیاسیه و اقتصادیه چنان عالم را نموده که شبه آن از اول ابداع در هیچ مظهری از مظاهر قبل و هیچ اصری از اعصار قابره یعنی گذشته دیده و شنیده نشده شخص بهایی اگر توجه تام به این آثار مقدس نمایت و خوز و تعمق در بحر این تعالیم سماوی کند و معانی دقیقه و حکمتهای بالغه مودعی در هر یک را به دقت و ملاحظه از آن استنباط نماید از هر مهنت و مشقتی و تعب و, و زحمتی و خطر و وبالی و حوز و کدری یعنی غم و اندو در حیات مادی و ادبی و روحانی خیش محفوظ و مسون ماند وقت آن است که نور این تعالیم کافیه شافیه که کافل نجات و استخلاص این عالم پر اختلاف و ظلمات است به همت آن حبیبان و استعانت دوستان و حکمت یاران و خلوص و جانفشانی احبا بر عالم بشر پرتوی شدید افکند و این سیعات عالم وجود را به حسنات تبدیل نماید حال ذکر بعضی از تعالیم آین بهایی از جمله تساوی مقام و حقوق و مجال یعنی فرصت و امکانات و مزایا و غیره برای زنان و مردان و اینکه در مثال هر دو مانند دو بال یک پرنده هستند که باید پرواز عالم انسانی را به سوی سعادت و ترقی ممکن سازند و دیگر عدم تحقیر و نسبت ندادن خطا و کم عقلی و قضاوت منفی در مورد اعضای خانواده مخصوصا در مورد زنان و فرزندان و به جای سوء زن به نظر مهربانی به آنها نگریستن معاشرت با پیروان سایر ادیان و عقاید با دوستی و سمیمیت تشکیلات و مؤسسات اداری بهایی که افراد آن با طرز خاصی در سطح های محلی و ملی و بین انتخاب می شوند اعطای نظامت و ریاست در امور فنی و تخصصی و غیره به افراد صلاحیت دار و با تجربه بدون در نظر گرفتن عقاید و یا دین آنها بلا مانع بودن بهره پول یا ربا و تشویق به نرخ عادلانه حرام بودن قتل و آزار دگرندیشان مثل کفار و مشرکین و غیره و من از نجس پنداری بعضی افراد و یا نفرت پراکنی و تحریم بردگی لزوم اشتغال به کسب و کار و آن را نوعی عبادت دانستن دستورات و تعلیمات طبی برای پیشگیری و درمان و حصول به صحت تن و روان تشویق و تعلیم برای داشتن یک زبان جهانی و موازین دیگر مثل ارز و گذرنامه و اوزان و ارقام بین المللی و غیره که آثار نفوذ این تعالیم در دنیا از حدود 150 سال پیش تا به امروز مشاهده می شود و سازمان ملل متحد نیز برگرفته از این تعالیم است لزوم تطابق علم و دین زیرا هر دو از یک منبع فیض الهی بهره میگیرند و در حالی که حقیقت یکی است نباید تضادی بین آنها باشد من از امر به معروف و نحی از منکر توسط افراد و نهی از استقفار و توبه در نزد یکدیگر و نهی از نزاع و جدال و سب و لند و گفتار زشت و دیگر تأکید بر اینکه انسانها برای رسیدن به رفاه و ترقی جامع و همه جانبه محتاج و مجبور به زندگی مشترک و همزیستی اجتماعی هستند که سازمان یافته و به درستی طراحی شده باشد و باید از مقررات و تعالیم مفید بهرمند شوند تا به بهزیستی و نیل به سعادت و سلامت مادی و معنوی خود و دیگران کمک کنند آین بهایی دیانتی است که همه ادیان گذشته به ظهورش خبر دادند و میتوان آن را طرح و نقشه الهی برای راهنمایی انسانها دانست و تعالیمش را نسخه شفابخش و ضروری برای سعادت بشر نامید این آئین نکات لازم از هر آئین و دیانت و مکتب و مرامی را در خود دارد و آنها را همراه با بسیاری از تعالیم جدید به رایگان در اختیار مردم جهان قرار داده است لازمه متدین شدن به دیانت بهایی انکار سایر ادیان نیست بلکه اعتقاد به این که همه ادیان مستقل هر یک برای زمان معینی در تاریخ عالم برای هدایت بشر با اراده الهی مقدر و ارسال شده اند مورد تأکید و بخشی از تعالیم دین بهایی محسوب است همانطور که نور خورشید زندگی بخش همه موجودات است و مورد استفاده همه واقع می شود تعالیم جدید آین بهایی نیز، پرتو الهام بخش به هزاران فرقه های دینی و مؤسسات و مکتب های جدیدی است که بعد از پخش شدن تعالیم بهایی در دنیا به وجود آمده اند و خیلی از تعالیم جدید را با اسم دلخواه خود مورد استفاده قرار می دهند و سران آنها برای پیروان خود اینطور وانمود می کنند که این تعالیم ناشی از افکار آنهاست در حالی که سالها قبل از آنها این تعالیم در کتب آین بهایی وجود داشتند به عنوان مثال تشکیل سازمان ملل متحد از تعالیم بهایی سرچشمه گرفته است که با رجوع به تاریخچه تأسیس آن نشان می دهد که آقای ویلسون رئیس جمهور وقت در ایالات متحده با مطالعاتی که در مورد آین بهایی داشته آن را به مجلس پیشنهاد نموده و موجب تأسیس آن شده است برای اطلاع بیشتر لطفا به اینترنت مراجعه و تحت عنوان زیل و غیره مطالعه فرمایید پرزیدنت ویلسون اند د کنکشن همزمان با ظهور آین بهایی و متعاقب آن دنیا شاهد هزاران اختراعات و اکتشافات جدید است که دنیا را به طرز جدیدی هم در عالم افکار و هم در عالم ظاهر تغییر داده و نیز ادامه خواهد یافت که از برکات و نتیجه باز شدن درهای علم و دانایی به روی بشر است که سرچشمه آن تعالیم آین بهایی است و این چیزی است که در کتب دینی قبل مثل کتاب مقدس و قرآن کریم و احادیث از آن خبر داده شده است در کتاب ندا به اهل عالم که اصل آن انگلیسی است به نام کال تو the Nations از آثار آیین بهایی میفرماید آیین بهایی مدعی است که جز روح خلاق الهی که در کلام فرستادی یزدانی در این عصر جهان افروز سریان دارد هیچ امر دیگری اتحاد نوع انسان را تضمین نتواند و تحقق نبخشد این نظم اداری بهایی برخلاف تشکیلات دیگری که پس از رهلت صاحبان ادیان گذشته به وجود آمد اساسش الهی است و مبتنا بر حدود و احکام و تعالیم و مؤسساتی است که حضرت بهاءالله خود صریحا در آثار مبارکش نازل فرموده آیین بهایی که این نظم بدی خادم و حافظ و مروج آن است آینی است آسمانی و جهانی و غیر سیاسی و غیر حزبی و کاملا مخالف با هر سیاست و مرامی است که نژادی را یا طبقه و کشوری را بالاتر از دیگری شمارد آین بهایی کشیش و آخوند و طبقه روحانی حرفه حرفی و یا مراسم و شعائر تقلیدی اضافی ندارد چه اسف انگیز است سعی و کوشش باطل رهبران تشکیلات جامعه بشری که از روح این عصر بیخبرند و میخواهند موازین عتیقه ایراکه مربوط به اعصاری بوده است که هر یک از ملل در حدود و سغور خیش مستقنی از غیر بودند منطبق با این عصر جدید نمایند عصری که به فرموده حضرت بهاءالله دو راه بیش در پیش ندارد یا باید متحد گردد یا به سوی نیستی و نابودی قدم گذارد شریعت و آیین حضرت بهاءالله با هیچ تابعیت و سرسپردگی مشروعی تناقض ندارد و وفاداری های صادقانه را تضعیف نمی کند مقصدش آن نیست که شعوله وطن دوستی سالم و خردمندانه را در دلهای مردمان خاموش سازد نمیخواهد که نظام خودمختاری ملی را که برای دفع آفت مرکزیت افراطی در اداره امور جهان لازم است از میان بردارد هرگز تنوع و تعدد نژاد و آب و هوا و تاریخ و زبان و سنن و افکار و آدابی که مردمان و ملل جهان را از یکدیگر ممتاز می کند منکر نگشته طالب تضعیفشان نمی باشد الیوم جز قوه کلیه کلمت الله که محیط بر حقایق اشیاء است عقول و افکار و قلوب و ارواح عالم انسانی را در زل شجری واحده جمع نتواند امر حضرت بهاءالله الله که مقصد اخسایش اتحاد سووری و معنوی اقوام و ملل عالم است آغاز دوران بلوغ نوع بشر محسوب می گرده. در خاتمه برای تحقیق و اطلاع بیشتر لطفا به اینترنت زیل بهایی و سایر منابع رجوع فرمایید ایمیل بنده هم سبحانی ناین اتیاهو کام است از بزل توجه شما متشکرم